در اعماق جنگل‌های شمال ایران، به ویژه در استان گیلان و لابلای پوشش انبوه گیاهان، در میان شکاف درختان و سایه بوته‌ها و حتی در حاشیه تالاب‌ها، آب‌بندها و رودخانه‌ها و در کنار مزارع، باغات و داخل برخی روستاهای استان گیلان و قسمتی از اردبیل، جانوری زندگی می کند که زمانی بیگانه از طبیعت ایران بود. جانوری از قاره جدید و بسیار پهناور. جانوری زیبا، باهوش و بسیار سازش پذیر به نام راکون. آنها در کنار جانوران مانند نوتریا، موش‌های قهوه‌ای و موش‌های سیاه یکی از پستانداران غیر بومی ایران محسوب می‌شوند. منطقه زیستی جغرافیایی آنها با زیستگاه‌های ایران فاصله زیادی دارد و احتمال اینکه جانور به صورت طبیعی و از گذشته‌های بسیار دور در ایران وجود داشته باشد بسیار اندک است. با توجه به اینکه آنها گاهی قادرند در فواصل طولانی جابجا شوند، میتوان حد زد که پس از تکثیر در روسیه تعدادی از آنها در طبیعت رها شده و رفته رفته محدوده پراکنش خود را به طبیعت ایران گسترش دادند. از تاریخ ورود آنها به ایران اطلاع موثقی در دست نیست، ولی حد زده می شود که آنها در طول دهه 60 وارد ایران شده باشند. این جانوران شباهت زیادی به خرس ها دارند. کفرو هستند، دست و پاها هر کدام 5 انگشت دارند و به خوبی قادرند از درخت بالا بروند و یا به شنا بپردازند. موهای بلند و انبوه به رنگ خاکستری مایل به سیاه دارند. یک ماسک سیاه رنگ بر روی صورتشان قرار گرفته است و بر روی دمشان دارای 5 تا 7 حلقه هستند. آنها را می توان در زیستگاه های متنوعی دید، از جنگل های مرطوب و بسیار انبوه گرفته تا مزارع کشاورزی و باغات. مطالعات انجام شده در منطقه حفاظت شده لیسار که دارای 214 گونه پرنده بومی و مهاجر است، نشان داده است که در رژیم غذایی راکون‌ها به ویژه در 2 فصل بهار و تابستان، پرندگان از درصد بسیار کمتری برخوردار هستند. بنابراین آنها در طول این 2 فصل تهدیدی برای پرندگان محسوب نمی شوند. البته باید بدانیم که در طول فصل بهار تخم پرندگان درصد بیشتری از رژیم غذایی راکون‌ها را نسبت به تابستان تشکیل می دهند.
علاوه بر این، گیاهان نیز از حضور بالایی در رژیم غذایی راکان‌ها برخوردارند و زمین‌های زراعی و باغات از جمله تأمین کنندگان اصلی این منبع غذایی برای راکان‌ها به شمار می‌روند. در واقع آنها جانورانی همه چیز خوار محسوب می شوند و در خوردن انواع مواد گیاهی و جانوری به صورت فرصت طلبانه رفتار می کنند. بررسی های دیگری نشان می دهند که گاه حشرات، خزندگان و حتی دوریس های انسانی نیز توسط این جانوران مورد استفاده قرار می گیرند. آنها معمولاً اوایل صبح و یا به هنگام غروب کف جنگل را برای یافتن غذایی مناسب می‌گردند و به این منظور دائم از یک نقطه به نقطه دیگر جابجا می‌شوند و به همه جا سرک می‌کشند. لانه این جانوران معمولاً در میان تنه توخالی درختان و حتی حفره سایر جانوران مانند روباه، رودک و حتی سنجاب قرار دارد. آنها گاهی پوشش متراکم گیاهان را به عنوان پناه انتخاب می کنند. راکون‌ها معمولاً به صورت اجتماعی زندگی می‌کنند و هر گروه شامل مادر و توله‌ها و یا یک نر و ماده می‌باشد. با اینکه آنها دارای زندگی اجتماعی هستند، ولی در هنگام غذا خوردن یکدیگر را شریک نمی‌کنند. بنابراین حضور در دسته صرفاً تأمین کننده امنیت تک تک افراد است. متاسفانه گاهی این جانوران به حاشیه روستاها و مراکز انسانی وارد می شوند و این موضوع در برخی موارد می تواند باعث از بین رفتن آنها شود. Thank you.
طی چند سال اخیر هم همه زیادی مبنی بر حذف و نابودی راکنها به بهانه مختل شدن زنجیرهای اکولوژیکی حاکم بر زیستگاه شنیده می شود. این در حالی است که هیچ مطالعه قابل استناد و کاملی در خصوص اکولوژی راکنها در ایران انجام نشده است و تمام اظهار نظرها بر مبنای حدس و گمان یا برگرفته از مقالاتی است که در نقاط دیگر دنیا انجام شده است. به هر حال باید قبول کرد که در حال حاضر راکنها نیز جزئی از حیات وحش ایران هستند. پس باید اقدامات مناسبی جهت مدیریت این جانور در ایران صورت گیرد. در زیستگاه‌های دیگر ایران و در میان جنگل‌ها و مراتع و حتی مناطق نیمه بیابانی، علفزارها و مزارع جانور دیگری زندگی می‌کند که بسیار شجاع و پنهانکار است. جانوری با جثه متوسط که آن را رودک یا گورکن می نامند. آنها بدنی قدرتمند با دست و پایی کوتاه و قوی دارند که به ناخن‌های بلند ختم می شوند. دمشان نسبتاً کوتاه است و با خطهای سیاه طولی که از روی پوزه و چشمهایشان می گذرد شناخته می شوند. رودک ها همه چیز خار هستند، هرچند که کرم های خاکی یکی از لذیذترین منابع غذایی آنها به حساب می آید و بسیاری از رفتارهای این جانوران پیرامون پیدا کردن آنها انجام می شود. آنها معمولا در جستجوی کرم های خاکی گاهی مدت ها در یک منطقه می مانند و دائم از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر جا به جا می شوند و علف ها را زیر و رو می کنند. این جانوران با حس بویایی خود محل احتمالی حضور کرم‌ها را پیدا و با ناخن‌های بلندشان سطح خاک را زیر و رو می‌کنند تا اگر طعمه‌ای در میان آن وجود داشته باشد بتوانند آن را با دهان گرفته و بخورند.
کرم‌ها برای آنها به قدری لذیذ هستند که حتی اگر در حین خوردن به چندین قسمت تقسیم شوند، حتما قطعات باقی مانده را پیدا می‌کنند و می‌خورند. علاوه بر کرم‌های خاکی، آنها از خرگوش‌ها، حشره‌خوارها، موش‌ها، خارپشت‌ها، لاک‌پشت‌ها و گستره وسیعی از انواع حشرات نیز تغذیه می‌کنند. گورکن‌ها علاقه زیادی به زنبورها دارند و البته پرندگان، قورباغه‌ها، ماهی‌ها، لیسه‌ها، حلزون‌ها، سمندرها و لاشه سایر جانوران نیز برای آنها بسیار وسوسه انگیز است. آنها لانه خود را در سطح زمین حفر و داخل آن را معمولاً با علوفه و گیاهان خشک فرش می کنند و هر از چند گاهی آنها را بیرون ریخته و هوادهی می کنند. در زیستگاه‌های خشک‌تر و در مناطق نیمه بیابانی، استپی و تپه ماهوری انواع دیگری از رودک‌ها زندگی می‌کنند که در شجاعت و جنگاوری زبان زد هستند. آنها را به خاطر علاقه زیادی که به عسل دارند، رودک عسل‌خوار می‌نامند. این جانوران لانه های خود را در سوراخ های طبیعی، شکاف سنگ ها و سوراخ درختان انتخاب می کنند.
معمولاً همه چیز خار هستند و میتوان بقایای جانوران به ویژه لاک پشتهایی را که شکار کرده اند را در جلو و حتی داخل لانهشان پیدا کرد. در کنار رودخانه های خروشان و نیز دریاچه ها و آببندها، جانور دیگری از خانواده راسوها زندگی می کند که به شنگ یا سمور آبی معروف است. شنگ جثه‌ای بزرگ و استوانه‌ای شکل دارد. پوزه آنها پهن با سبیل‌های بلند است. دم بلند و لوله‌ای شکل دارد و بین انگشتانش پره‌هایی وجود دارد که به آنها کمک می‌کند تا بتوانند شناگرهای ماهری باشند و به راحتی مهرداران آبزی، ماهی‌ها و برخی پرندگان کنار آبزی را شکار کنند. شنگ ها غالباً جانورانی شبگرد هستند و دیدن آنها به ویژه در طول روز شانس بسیار زیادی می خواهد. این که شنگ ها یکی از مهمترین شاخص های آلودگی های محیط زیستی هستند، ولی طی چند دهه اخیر به دلایل مختلفی مانند خشک شدن و آلودگی شدید آب رودخانه ها و نیز تخریب بستر رودخانه ها از جمعیت آنها به شدت کاسته شده است و حتی در برخی مناطق منقرض شدند، بدون آنکه کاهش جمعیت آنها و حتی نابودیشان برای کسی مهم و با اهمیت باشد.